کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. با درود به شما بینندگان و شنوندگان کافه روشنگران، برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان که قسمت چهارم و پایانی این چهار برنامه رو در خصوص دوران تاریخ معاصر و روند تحولات میده خدمتتون تقدیم. مهمانان امروز برنامه ما جناب مهندس هوشنگ کردستانی، جناب اکبر حمید اکبری و جناب نیکولا گرجستانی هستند. مهمانان عزیز ما خوب معرفیتون هستند. مهمان جدیدمون جناب نیکولا گرجستانی هستند. من یک معرفی کوتاه و مختصری ازشون خدمتتون تقدیم کنم. جناب گرجستانی مقام ارشد سابق بانک جهانی بودند. با تجربه توسعه اقتصادی بیش از 4 دهه در کشورهایی که در حال تغییر و تحول بود. ایشون نویسنده کتاب میراث مصدق هستند و این کتاب هم به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده. گرجستانی زاده ایران هستند و گرجستانی تبار هستند و در واشنگتن دی سی در آمریکا سکنند. خیلی خوش آمدید به این برنامه جناب گرجستانی، جناب اکبری و جناب گرجستانی عزیز. اجازه بدید من یک سوال کلی رو در اینجا مطرح بکنم که بعد که در واقع این اساره این چهار برنامه ماست. این هستش که چرا عده‌ای سلطنت طلب‌ها به ویژه در تلاش هستند و می‌کوشند سخت که کودتای 28 مرداد رو انکار کنند و چرا این مسئله برای امروز ما که درگیر استبداد دینی هستیم و ایران ما در حال سوختن و نابود شدن هست اینقدر مهم هست که برای ما حتی بعد از 70 سال در این مورد میخواییم صحبت کنیم. جناب گرجستانی، خواهش میکنم که شما بفرمایید در این باره نظراتتون بفرمایید. سپاسگزارم و درود مجدد به دوستان روی استیج و همچنین بینندگان و شنوندگان این برنامه. پرسش بسیار کلیدی مطرح کردین. ببینید، به نظر من این 28 ماه نخست وزیری دکتر مصدق دوره نادری در تاریخ معاصر ایران است که در آن سیاست‌های دولت پایه‌ریزی شده بود بر مفهوم کامل حاکمیت ملی و اولویت شهروند آزاد به عنوان محور کلیدی در جامعه. منتقدین مصدق میکوشند میراث او رو نادیده بگیرند و او رو تخریب کنند، چون آن میراث به نظر من نمونه بومی و موفقی است از یک حکومت ملی و دموکراتیک. به عبارت دیگر میراث مصدق یک گزینه بهتر در کنار گزینه‌های به اصطلاح بد و بدتر رو به مردم ایران ارائه میکند. در واقع طرفداران دو طیف اقتدارگرای ولایت مطلقه پهلوی و ولایت مطلقه فقیه از این هراس دارند که مردم ایران روزی به دنبال گزینه بهتر برن. برای اقتدارگرایان چه از نوع قبل از انقلاب 57 چه بعد از انقلاب 57، مهم است که مصدق رو بکوبند به نظر من تا نگذارند مردم فارغ از کجاگاهی‌های معمول مخالفان از واقعیات دوران نخست وزیری مصدق آگاه بشوند. چون اگر بشوند بدون شک اکثر آنها به طرف گزینه بهتر خواهند رفت و به اصطلاح بازار اقتدارگرایان را خراب خواهند کرد. ببینید، ارزش‌ها و فلسفه حکومتداری اقتدارگرا با خواسته‌های مردم ایران در تضاد است. ولی مصدقی که در قرن 17 به دنیا آمد و در قرن 20 حکومت کرد، ایده های ارائه کرده بود که با معیارهای مدرن قرن 21 و خواسته های نسل جوان امروز ایران همخوان هستند. آرمان های استقلال، آزادی، برابری و عدالت که پایه های گفتمان و همبستگی ملی دوران مصدق را آرایش می دادند، تا
تاریخ مصرف ندارند. به این دلیل منتقدین میراث مصدق او را تخریب میکنند. اگر این گزاره را باز بکنیم میبینیم که به نظر من مرکز ثقل اندیشه مصدق انسان آزاد و معادل آن در جمع همون ملت آزاد، یعنی انسان و ملتی که هم حق دارند، یعنی حق آزادی، حاکمیت، و هم مسئولیت دارند، یعنی مسئولیت دفاع از این حقوق چه در درون و چه در بیرون کشور. این اندیشه بنیادین مصدق منشأ اکثر آرمانها، ارزشها و اصول حکومتداری او بود. این خصوصیات مصدق را از رهبران قبل و بعد از انقلاب 57 سوا می کند. یک سخن از مصدق چراغ راه عملی کردن مفهوم شهروندی و رویکرد او به توسعه مردم محور را ترسیم می کند. مصدق می گفت اگر می خواهید کشور را اصلاح کنید باید جامعه وارد جریان اصلاحات بشود. به جای اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می دهم و اگر دوست نداشتید دستگیرت می کنم. در مقابل پهلوی دوم در یک رویکرد آمرانه به اصطلاح از بالا به پایین می گفت من به حرف مردم اهمیت نمیدم. هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام میدم. فرق بارز بین رویکرد یک دموکرات و یک خودکامه به مفهوم شهروندی و فرایند توسعه پایدار نهفته در این اصل بسیار ساده است. به علاوه به نظر من مصدق یک خصوصیت دیگری داشت، آزادمنش بود و پیرو حکومت قانون بود. در طول این 27-28 ماه نخست وزیری او مردم ایران مسلماً از آزادی‌های دموکراتیک و برابری بیشتری در برابر قانون و جدایی دین از حکومت نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ معاصر برخوردار بودند. میتونم 4 مثال برای ارزیابی این موضوع عرض بکنم. یکی نخست بگیم اولین اقدامی که مصدق به عنوان نخست وزیر انجام داد بخشنامه‌ای بود که به شهربانی ابلاغ و در آن اعلام کرد که مطبوعات میتوانند هر چه دوست دارند درباره او بنویسند. این اقدام منحصر به فرد در تاریخ معاصر ایران در راستای باور اصولی او بود که میگفت کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند خدمت به اجانب و خیانت به وطن می نماید. مثال دوم، زمانی که آیت الله بروجردی از او خواست که به اصطلاح کلک بهاییان را بکند، مصدق پاسخ داد از نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارد، همه عضو یک ملت و ایرانی هستند. یعنی بر ضد تبعیض بود در سیستم حکومت قانون. و سوم، در پاسخ به روحانیون و فداییان اسلام درباره محدود کردن آزادی‌های اجتماعی اعلام کرد برخی از روحانیون از من میخواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره ها را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد. این جوان امروز ایران این صحبت رو بشنوه خب به دلش میچسبه، برای اینکه جوابگوی دغدغه‌های امروز این جوان هست. و مثال چهارم، مصدق آنقدر به حکومت قانون وسواس داشت که حتی کودتاچیان مثل زاهدی و نصیری رو در دادگاه نظامی محاکمه صحرایی نکرد و همچنین با دستمزدبگیران انگلیس مانند برادران رشیدیان که در کودتا شرکت داشتند همواره در چارچوب قانون برخورد و از سرکوب آنها پرهیز میکرد. میشود گفت که مصدق به نظر من در این دو مورد به خصوص بیش از حد به اصول دموکراتیک و حکومت قانون پایبند بود. و در بزرگترین پارادوکس داستان حاضر، زمانی که مصدق با یک گروه مزدور خشن که مصمم به بیرون راندن او از قدرت بودن مواجه شد، از سرکوبی مخالفان خودداری کرد و مانند یک دموکرات پایبند به اصول رفتار میکرد. این بهترین دلیل بر این است که اتهامات این که او دیکتاتور بود علیه او صرفاً ساختگی است. و من میخواستم یک بخشی از اندیشه او رو هم باز بکنن که به نظر من خیلی برای امروز مهمه و اون این که به طور کلی
تفکر مصدق آمیخته ای بود از تفکر به نظر من تامس مارشال و سوسیال لیبرالیسم اروپایی و ارزش های بومی جامعه ایران. و در این تفکر حقوق شهروندی، یعنی citizen rights و شهروندی اجتماعی social citizenship جایگاه ویژه‌ای دارند. مارشال استدلال میکرد که دولت در قبال شهروندانش مسئولیت اجتماعی دارد و این مسئولیت شامل اعطای حق برخورداری از رفاه و امنیت اقتصادی به شهروندان و حق اشتراک کامل در میراث اجتماعی و قابلیت زندگی در یک موجود متمدن بر اساس استانداردهای حاکم در کشور است. در تفکر مصدق ترکیب این استدلال ها رو در سه اصل حکومتداری او من میبینم: برابری، آزادی و استقلال. وجوه فردی و حکومتی این اصول عبارتند از برابری در فرصتها و در مقابل قانون، آزادی خلاقیت و نحوه زندگی شهروند و استقلال در کارآفرینی و سیاست گذاری. به طور کلی حقوق شهروندی در اون زمان یک پدیده بسیار نوینی بود. در ببینید در دوران قاجار حاکمیت به مردم به عنوان رعیت می‌نگریست. در دوران پهلوی گرچه مردم ایران از آزادی‌های اجتماعی بیشتری برخوردار شدند، ولی نگاه حاکمیت چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه به مردم مانند رویکرد آن به سیاست گذاری و اصلاحات بود، یعنی همون رویکرد توسعه آمرانه رضا شاهی. و یک چیز جالب که برای امروز بسیار مهمه که بعد از انقلاب 57 یه مفهوم دیگه ای وارد گفتمان شد و اون مفهوم شهروند که وارد گفتمان سیاسی شد و یک پدیده جدیدی به اصطلاح خودی و ناخودی رو به وجود آورد که در ذاتش بوی تبعیض میدهد. و برای همینه که امروز جوانان به خصوص بر ضد این پا خواستند. در چنین روی کردی مردم عمدتاً به عنوان ابژه مفعول در نظر گرفته می شدن، نه سوژه هایی که دارای اختیار هستند و می توانند یک عنصر سرنوشت ساز تبدیل شوند و عملیات داشته باشند. مصدق می خواست این فرطور جامعه سنتی رو دگرگون کند و مردم رو به عنوان سوژه آزاد وارد فرایندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بکند و به این ترتیب عملیات آنها رو تشویق کنند. ببینید که چقدر فلسفه حکومتداری و سیاست‌های مصدق جوابگوی دغدغه‌های جامعه امروز ایران است. اگر امروز مصدق امروز زنده می بود، بدون شک از آرمان‌های نهفته در شعار زن زندگی آزادی حمایت می کرد و در عوض اکثر مردم ایران از راهکارهای او برای حل مسائل جامعه امروز حمایت می کردند، چون الگویی که تجربه 28 ماهه نخست وزیری او به ما هدیه میدهد میتواند چراغ راه مقابله با چالش های امروزی ایران باشد. برای این است که مخالفین در صدد نقد و تخریب او هستند. در میان این منتقدین پهلوی طلبانی هستند که دستگیری ها، شکنجه ها، کشتار ها و اعدام های دوشاه پهلوی رو نادیده میگیرند و مصدق رو نقد میکنند که او دیکتاتور، شخصی که در 27 ماه نخست وزیریش حتی یک نفر از مخالفان سیاسی خود را اعدام نکرد. شما یه رهبر دیگر ایران معاصر را نام ببرید که چنین کارنامه حکومتداری ملی، آزادمنش و مردم محور را به خود دارد. به نظر من برای بینندگان و اینجاست که من میخوام سخنانم به پایان برسونم، ولی به نظر من خوب میشه در دور بعدی یا در قسمت‌های بعدی برنامه به چند از این نقدهای به خصوصی که میشه که آیا این رفراندوم ضد قانون اساسی بود یا اینکه نپذیرفتن فرمان عزل پهلوی که این کودتا نبود برای اینکه فرمان عزل بود و طبق قانون اساسی بود، اینا خیلی مهمه که بعد از اینکه دوستان رو شنیدیم اگر مایل باشید میتونم باز بکنم. بله حتما.
خیلی ممنون جناب گردستانی عزیز، این قسمت رو کاملا خوب باز کردید که در واقع دولت مصدق در 28 ماهی که در قدرت بود یا در سر کار بود، در واقع هدف اصلیش برقراری آزادی به معنی کاملش و دموکراسی به معنی واقعی بود. مصدق در واقع نمایانگر یک نماد ملی برای حقوق ملت بود، برای کسب حقوق ملت. و آنچه که الان در این زمان برای ما بسیار مهم هست این هستش که ملت ایران توانایی داشته باشند برسن به حقوق و حق حاکمیتشون، و این اصل و اساسی هستش که من فکر میکنم که این دوگانه ای که الان در روبروی ما ایستاده، این استبداد، حالا چه میخواد استبداد دینی باشه یا اون استبداد عامرانه پهلوی ها باشه، در واقع در برابر این اراده مردم که در واقع میشه گفت قرار گرفتن. و یکی از دلایلی که بنده از فرمایشات شما به دستم رسید یا متوجه شدم همین هست که در واقع اینان این مسئله دموکراسی خواهی، عدالت خواهی، قانون محوری و همونجور که شما به صراحت گفتید کدوم یکی از این دولت ها در طول تاریخ ایران بر سر کار اومد که بخواد یک بیانیه و دستورالعمل اداری بفرسته برای شهربانی که آقا هر کی به من توهین کرد کاری به کارش نداشته باشه، یعنی آزادی قلم و آزادی بیان کامل. خب خیلی ممنون جناب کردستانی، آیا شما نکته‌ای دارید که به این مسئله، به این سوال ما اضافه کنید که چرا بعد از این 70 سال از این کودتا گذشته این طرفداران پادشاهی یا سلطنت طلبها آنچنان تلاش میکنن که اینو انکار کنن؟ چرا؟ شما هم دلیل خاصی دارید؟ هرچند در برنامه قبلی توضیح دادید، ولی اگر فکر میکنید نکته باقی مونده کوتاه دارید باره بفرمایید. با درود بر شما و دوستان گرامی و بینندگان برنامه، بله منم صحبت دارم. اونم اینه که واقعیت های تاریخی رو که نمیشه منکش کرد. کودتای شیلی رو میشه منکش کرد. کودتای 1299 سرزیا که در کنار رضا خامو میشه منکش کرد. کودتایی که در عراق و ضد قاسم شد میشه منکر شد. یه واقعه تاریخی رو که نمیشه منکر شد. حالا یه عده‌ای جمع شدن، عده بسیار کم، روی تصورات غلط، روی رویاهای برباد رفته یا یه چیزه میگن جز خنده چیز دیگه نمیشه جواب داد. نه خیر، کودتا بود تردیدی نیست. بعد همسان کودتای شاه و مصدق نبوده، کودتایی بود که انگلیس توسط ایدن وزیر خارجه به دالس در پاریس پیشنهاد کرد که آقا شما هی میری، شما آمریکایی میری، دو راه در ایران داریم، یا حمایت هم مصدق یا خالی گذاشتن پشت مصدق و پیروزی حزب توده. ما میگیم نه، راه سوم وجود داره، اونم کودتا علیه مصدق. بعدم میگفت از اونجایی که آمریکایی با ما همراهی نمیکنن، پیشنهاد دادیم که بعد از کودتا، دقیقاً بعد از کودتا، نه فرمان نخست وزیر، عوض شدن نخست وزیر، بعد از کودتا کنسورسیومی ایجاد خواهیم کرد که 40% شرکت‌های نفتی آمریکا درش سهیم باشند. و خودش در خاطراتش نوشت که با این پیشنهاد آمریکا، یعنی این پیشنهاد ما باعث شد که دالس با پیشنهاد کودتا موافقت کرد و از این هاور هم که در ابتدا موافق نبود قانع کرد که این کودتا انجام بشه و دیگه مقدماتش رو میدونیم. بله. شما هم که خود توضیح داده بود بجرد. بعد نکته بود که من فکر میکنم که این از فرمایشات شما یه حد دقیقا نظر بنده جا افتاد. بله، آمریکا و انگلستان نقشه کودتا رو کشیدن، ولی بدون ارتش شاهنشاهی و نیروهای وابسته به محمد رضا شاه این کودتا عملا امکان پذیر نبود. جناب دکتر اکبری عزیز، من اگر مایل هستید به این سوال ورودی داشته باشید خواهش میکنم بفرمایید، که من سوال فکر میکنم که الان مطرح میشه تو ذهنها این هستش که اصلا ببین شاید ما یه تعبیر جداگانه ای داریم از کودتا و ما کودتا رو مثل که ما یه جور دیگه تعریف میکنیم، یا یه جور دیگه یه تعریفی حالا میشه کرد که جامع و کامل باشه که این مسئله رو روشن کنید. وقتی ما میگیم کودتا منظورمون چی هست به کودتا شده؟
خیلی ممنونم. اولا خدمت شما درود و سلام عرض می کنم. همینطور خدمت جناب آقای گرجستانی. خیلی خوشبختم که در کنار ایشون در این برنامه شرکت می کنم. ایشون کار بسیار واقعا کار استثنایی تقریبا بی نظیر کردن در زمینه کار مصدق و این هم یک نوع مقایسه تطبیقی کردن، یعنی یک نوع مطالعه و کار تطبیقی کردن با رهبر آزادی بخش ایران و همچنین با رهبر آزادی بخش گرجستان که این کتاب به گمانم دارد به فارسی ترجمه میشه و همون که شما گفتید میراث ایران. چرا این رو گفتم؟ خواستم بگم بیانات ایشون در زمینه اهمیت دولت مصدق خیلی خیلی لازم بود و سپاسگزارم از ایشون. من در اون زمینه با ایشون کاملا موافقم و آقای گرجستانی، معذرت میخوام، جناب کردستانی هم که دوباره تاکید کردن که چرا یک کودتا بوده، ولی اجازه بدید که من یک تعریفی بکنم از کودتا. نه اینکه چون من این تعریف رو میکنم، تقریبا یک تعریف کلاسیکه که کودتا جابجایی ناگهانی و معمولا خشونتبار قدرته و که بایست یک نوع نیروهای نظامی در اون دخالت داشته باشن یا نیروهای شبه نظامی در اون دخالت داشته باشن و از طریق وسایل غیر قانونی این کودتا معمولا صورت میگیره. در نتیجه پایان یک کودتا معمولا با روی کار آمدن یک نوع حاکمیت یا یک شخصیت جدید به عنوان رهبر یک کشور. خب این اگر ما جابجایی ناگهانی قدرت رو بگیریم، به نظرم میاد که خب در مورد ایران جابجایی صورت میگیره و یعنی مصدق که در روز 25 مرداد با کودتای اول مواجه میشه، در روز 28 مرداد منزلش مورد هجوم نیروهای نظامی قرار میگیره، نه فقط رجاله ها و که به اصطلاح در خیابان ها حرکت میکنن به طرف منزل مصدق، بلکه به وسیله نیروهای نظامی با توپ و تانک و با مسلسل حمله میکنن و مدافعان مصدق از او دفاع میکنن. مصدق در منزل بوده و عملا مایل بوده که به قتل برسه، ولی سرانجام با اصرار بسیار زیادی در با همراهانش که در اونجا بودن بهش میگن اگر تو مایلی ولی بالاخره تکلیف بقیه چطور خواهد شد، قبول میکنه که از منزل بیرون برود و به خاطر اینکه به هر شکل میخواسته مدافع نیروهای انتظامی محافظ خودش هم باشه، میره به منزل خانواده معظمی و از اونجا خودش رو به اصطلاح به باشگاه افسران معرفی میکنه و حتی زاهدی در مقابل مصدق سلام نظامی میده و احترام میکنه به مصدق که شاه بعدن از این مورد بسیار ناراضی بوده که چرا زاهدی در واقع به مصدق احترام گذاشته بعد از اینکه مصدق خودش رو در باشگاه افسران تسلیم میکنه. حالا این بنابراین یک کودتای نظامی بوده، با وسایل نظامی بوده و این حالا پرسش دیگری که معمولا وجود داره در این زمینه این استش که آیا این کودتا از بالا به پایین بوده یا از پایین به بالا، یعنی خود آقای رضا پهلوی و همچنین کسانی که سلطنت طلب هستند یا مدافع آقای رضا پهلوی هستند یا مدافع شاه فقید ایران هستند امام میکنن که این کودتا نبوده به خاطری که کودتا معمولا از پایین به بالا است نه از بالا به پایین. بنده دو موضوع رو میخوام عرض بکنم. در واقع کودتا همیشه علیه شخصیت قدرتمند یک کشور صورت میگیره و در نظام مشروطه قدرت سیاسی اجرایی در اختیار نخست وزیره، نه در اختیار شاه. شاه قدرت تشریفاتی به شمار میاد. اینو قبلا هم در موردش حرف زدیم که شاه ناراضی بود از اینکه فقط یک نقش تشریفاتی داره و مایل بود که در واقع قدرت اجرایی هم داشته باشه. پس موضوع در این مورد این نیستش که واقعا از بالا بوده، از پایین بوده، چه میدونم موازی بوده، از کنار بوده. اما یک مشابه تاریخی بسیار با اهمیت در این مورد وجود داره. اینجاست که شاید اهمیت کار آقای گرجستانی هم بالا میشه، چون ایشون مقایسه تطبیقی کردن بین دو رهبر و دو کشور. در این موردی که بنده میخوام عرض بکنم در داخل خود ایران، در سوم تیر 1287 به اصطلاح بعد از مرگ مظفرالدین شاه و پس از تقریبا پایان کار مجلس اول در ایران، پادشاهی داشتیم به نام محمد علی شاه. محمد علی شاه تقریبا مشابه 28 مرداد با تشابهاتی که میشود گفتش که شباهت زیادی داشت، علیه مجلس ایران و علیه نخست وزیر ایران که ناصرالملک بود کودتا کرد. و این کودتایی که کرد به وسیله به توپ بستن مجلس بود و به وسیله به هر صورت بعدش بلافاصله دستگیر کردن و خودش به قدرت رسید. پس اگر طبق تعریفی که به اصطلاح سلطنت طلبان میکنن و یا کسانی که طرف یا حتی به نقد میکنن، من نمیخوام بگم حتما مغرض هستن، این نقدی که میشه از بالا به پایین نمیشود، در این مورد که حتما از بالا به پایین
پس آیا در این مورد می شود قبول کرد که این کودتایی که محمد علی شاه کرد با کمک قزاق‌های روسی و با کمک فرمانده لیاخوف و تمام اینا مجلس ایران رو به توپ بست از پایین به بالا بوده یا از بالا به پایین بوده؟ پس این تئوری که کودتا از بالا به پایین نمی شود یا از بالا به پایین نیست، از پایین به بالاست، طبق یک شاهد بزرگ کودتای مشابه کاملا رد می شود. و در واقع اگر ما به کودتای سوم تیر 1287 نگاه کنیم و مقایسش بکنیم با کودتای 28 مرداد 25 و 28 مرداد 1332، تشابهات زیادی وجود داره. هم محمد علی شاه و هم محمد رضا شاه قبول نمی کردن که قدرت ایران در حکومت مشروطه در مجلس ایرانه و این فقط مجلس ایرانه که می تواند هم نخست وزیر و هم وزرا رو تعیین بکنه. هر دوی اینها باز قبول نمی کردن که در واقع قدرت نظامی، یعنی به اصطلاح فرمانده قشون نظامی ایران و فرمانده نیروهای نظامی ایران، در دست نخست وزیر، نه در دست پادشاه. چون یکی از محلهای اختلاف بین محمد علی شاه و مجلس ایران سر همین موضوع بود. باز هم جالبه که همونطور که قبلا اشاره زدم، در مورد سوم تیر 1287 روس‌ها دخالت داشتن در کودتای و نظامی بود با توپ بستن و شرکت. در کودتای 27، 25 و 28 مرداد نیز به همچنین نظامی بود و اینها دخالت داشتن. جالب اینجاست که محمد علی شاه میره به باغ شاه و همون و بر اثر رفتن به باغ شاه یک نوع تشنج در مملکت ایجاد میشه و یکی از اهدافش این بوده که اگر کودتا شکست بخوره فرار بکنه و در واقع وقتی میبینه کودتا موفق میشه فرار نمیکنه و در کشور باقی میمونه. جالبه که شاه هم به رامسر تشریف میبرن و در اونجا منتظر بودن ببینن نتیجه چه میشود. وقتی میبینن در 25 مرداد کودتا شکست خورده از کشور گریز میزنن. و بعد من این رو میخوام عرض بکنم، شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خیلی روشن می نویسد که من با دوستانم آقای کرمیت روزولت و آقای لوی هندرسون با هم با این مشارکت کردیم و برنامه کودتا رو ریختیم و پول هم دریافت شده از CIA. این رو به اصطلاح خود اعلی حضرت همایونی عنوان می کنند که ما در این کودتا، یعنی نمیگن اسمشو کودتا نمیگذاره، ولی میگه که من با اینا مشارکت کردم و همچنین عنوان میکنه که رفتن من به رامسر جزء برنامه ما بود که مصدق و یارانشو غافلگیر بکنیم تا کودتا درست روز بعد به نتیجه برسه. در نتیجه تمام اینها نشون میده که در واقع این تئوری که کودتا از بالا به پایین نمیشه و طبق شواهد تاریخی گذشته از کودتای 28 مرداد مردوده. در آخر من فقط امیدوارم که ما بپردازیم به اینکه چرا مهمه که این حقیقت کودتا رو همه ای آدم ها فارغ از اینکه چه چیزی رو برای آینده ایران میخوان قبول بکنن. چون حقیقت رو زیر پا گذاشتن، تحریفش رو کردن، موجب این میشود که زخم هایی که بر جامعه ایران هنوز هست در عرض این 70 سال التیام پیدا نمی کنه و ما لازم داریم که این زخم ها التیام پیدا کنه تا با هم دیگه، ولو اینکه یکی طرفدار پادشاهی مشروطه باشه، طرفدار چپ باشه، به اتفاق هم بتوانیم یک آینده ای رو بسازیم بر مبنای حقیقت، نه بر مبنای دروغ و تحریف. خیلی ممنون جناب دکتر اکبری عزیز. با این فرمایش شما که فرمودید بوده تا از پایین به بالا یا بالا به قشنگ تحریف و توصیف کردید، آیا در زمانی که دکتر محمد مصدق زماندار بود، دولت وقت رو در اختیار داشت، آیا در واقع آن که بالا بود در واقع قدرت و حاکمیت ملت بود؟ یعنی در واقع ما ملت رو در بالا داشتیم و شاه و دیگران در واقع در پایین بودن و این کودتا در واقع از پایین صورت گرفت که جایگاه ملت و دولت یا جایگاه دولت، ملت و حکومت رو عوض کرد. آیا همچین چیزی رو من میتونم برداشت کنم از فرمایشات شما؟ بله بله، برای اینکه قدرت مملکت ناشی از ملت، این چیزیه که در مشروطیت به ثبت رسیده. بنابراین قوای مملکت ناشی از ملت، اون تبلورش همینطور که ملت بنابر قانون مشروطیت من دارم صحبت میکنم، پادشاهی رو که به وعدیه الهی است از طرف ملت به پادشاه داده میشه، نه از طرف خداوند به پادشاه و از طرف پادشاه به ملت. در اصل ملت ایران به سلطنت لطف داره، نه برعکس. و وقتی ملت ایران داره، ولی ملت ایران میخواد که امورش به وسیله حکومت منتخب بگرده،
این حکومت منتخب به وسیله مجلس انتخاب می شود و مجلس مصدق رو انتخاب کرده بود و هنوز مصدق بود و حتی در تا روز 25 تا 25 مرداد معذرت می خواهم بله تا 25 مرداد مجلس منحل نشده بود هنوز. یعنی وقتی کودتا در 24 مرداد شروع شد مجلس در 25 مرداد منحل شده بود، بنابراین حتی اون نظریه که مجلس نمیدونم منحل کرده بود هنوز انجام و اعلام نشده بود که کودتا به حرکت در. این برمیگردم جناب بهتون، اینم یکی از سوالاتی که من دیدم دیگران یادداشت کردن برای ما فرستادن. جناب مهندس کردستانی، آیا شما در این رابطه در رابطه با تعریف کودتا و اینکه این کودتا به چه صورت رخ داده شما فرمایشی دارید، نکته دارید اضافه کنید که من گوش کنیم، یا اینکه من به سوال بعدی بپردازم؟ من تایید میکنم گفتهایشون کاملا درسته. کودتای محمد علی شاه با اون لیاخوف، جنرال لیاخوف روسی انجام شد، مجلس رو به توپ بست و خودش هم به باغش ها رفت و امکان این که موفق نشه وجود داشت. اما چرا دوران کودتای محمد علی شاه خیلی زود پایان پیدا کرد؟ علتش مقاومت تبریز بود، البته به دلیل حمله قوای روسیه تسلیم شدن موقتا و از جنوب از اصفهان بختیاری ها سردار اسعد و سردار فاتح پدر دکتر بختیار حرکت کردن به سمت تهران و از شمال سپهدار تونه کابولی با یعقوب خان حرکت کردن به سمت تهران و در یک غافلگیری قبل از اینکه محمد علی شاه بتونه نیروهایی که به سمت تهران حرکت کردن شکست بده، اینا تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه همونطور که همه دیکتاتورها صفت ترسوی دارن، آدم های ترسوی هستن، آدم های بزدلی هستن، به سفارت روسیه پناهنده شد. و چیز جالب اینجاست که میتونیم مقایسه کنیم با سال 57 به سرعت رد میشن. فقط میگم که کسانی که مشروطه خواهانی که تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه رو از برکنار کردن گفتن محمد علی شاه بد کرد، بنابراین باید خلع بشه، ولی مشروطه که خونبهای انقلاب مشروطه است باید بر جا بمانه. این نقطه انحرافی بود که سال 57 آزادی خواهان متوجه نشدن که اگر خمینی درست یا نادرست میگه محمد علی شاه بده، محمد رضا شاه باشه بده و باید بره، خیلی خوب باید بره، ولی مشروطه چرا باید بره؟ اینجا بود که خیلی از جمله خود من متوجه شدم که برنامه رسیدن به آزادی و استقلال حاکمیت ملی نیست. کاملا به گفته ایشون موافق هستم. بله، خیلی ممنون. خب ایشون در این فرمایشاتشون نکته رو داشتن در رابطه با این که در واقع محمد رضا شاه به نوعی کودتا کرد تا ملت رو از حق حاکمیتش ساقط کرد و در واقع در مقابل قانون اساسی مشروطه بند 44 که به صراحت میگه که پادشاه مبرا از هر مسئولیتی هست، خب ایشون این رو برگردون، یعنی در واقع حالا دیگه ملت دیگه همه کاره نیست، مسئولیت نداره. خب دیگه از اون موقع دیگه ما مشروطیتی نداشتیم که بخوایم که به مشروطه برگردیم یا بر نگردیم در زمانی که انقلاب 57 رخ داد. شما فرمودید که خب برگردم به مشروطه، سوال بنده این بود که وقتی که محمد رضا شاه خودش باعث این کودتا بود، یعنی در واقع قدرت رو از مردم گرفته بود و تمام قدرت و مسئولیت های کشور رو در اختیار گرفته بود، خب دیگه برگشتی وجود نداشت. برگردیم به قانون اساسی مشروطه که شما فرمودید. اجازه بدید من اینا بگم که همین مسئله قانون اساسی مشروطه خونبهای مبارزات مشروطه بود. محمد رضا شاه در اون سخنرانی که من صدای انقلاب شما رو شنیدم به کار بود و گفت که از این به بعد قول میدم که قانون اساسی اجرا بشه، انتخابات آزاد برقرار بشه. همه اینا رو محمد رضا شاه هم تایید کرد که من اجرا نمی کردم، ولی قول من اینه که صدای انقلاب شما رو شنیدم و از این پس قول میدم که اجرا بشه. خب خیلی دیر بود اون موقع دیگه. عرض کنم خدمت شما جناب گرجستانی، فرمایشات جناب دکتر اکبری رو داشتیم در رابطه با این تحولات از بالا به پایین. یه نقطه در بین فرمایشات ایشون بود در رابطه با انحلال مجلس و عزل نخست وزیر
که این کسانی که معتقد هستن این کودتا رخ نداده یا در واقع سوال میکنن، یه سوال میکنن و این سوال مطرح میکنن که در زمان فترت یا در زمان نبود مجلس این حق شاه بوده که نخست وزیر رو عزل کنه و در واقع مصدق بود که در مقابل این فرمان تمرد کرد. نکته‌ای که برای من خیلی مهم هست اینجاست که آیا یه همچین بحثی وجود داشته یا نداشته، این یه طرفه، و این چه ربطی الان میتونه داشته باشه به وضعیت موجود ما در ایران و همونجور که شما به درستی مسئله قیام انقلابی یا این انقلاب بزرگ فرهنگی و اجتماعی رو مطرح کردی، زن زندگی آزادی، این در کجا جا میگیره؟ بفرمایید بابا. ببینید، در مورد این موضوع فرمان عزل یا این کودتا بوده یا نبوده، باید برگردیم به چند مدرک تاریخی و یه کمی واکاوی بکنیم این موضوع رو. به طور کلی طرفداران پهلوی ادعا میکنن که این اصلا کودتا نبود، همونطور که قبلا هم بهش اشاره کرد، ولی ببینید خودشون کمی پس از کودتای 28 مرداد در مدارک رسمی اشاره به واقعه 28 مرداد میکنند و آن را کودتا مینامند و عمل خود را ستایش هم میکنند. اینجا لطفا اگر میتونید سند شماره 5 را نمایان بفرمایید. به عنوان مثال در این نامه رسمی به سپهبد زاهدی نخست وزیر دولت کودتا، فرماندار نظامی تهران، درباره یک سربان به نام لیتکوهی چنین می نویسد: در وقایع 9 و 10 اسفند ماه 31 و تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانه دکتر مصدق شرکت داشته، نقطه نقطه نقطه. در کودتای از 28 از 25 الی 28 مرداد، در کودتا در اجتماعات چه قم و چه شهر تهران رول مهمی را در واژگون کردن حکومت دکتر مصدق داشته. این نامه رسمی فرماندار نظامی تهرانه که چند روز بعد از وقایع 28 مرداد به نخست وزیر کودتاچی میفرستن. یعنی خودشون در سندهاشون صحبت از کودتا میکنن. به نظر من اصلا موضوع یه چیز دیگه است. به نظر من میشه استدلال کرد که دو فرمان شاه برای عزل مصدق و انتصاب زاهدی با اینکه ادعای یک اقدام قانونی داشتن، به دلایل چندگانه نامشروع بودن. اصلا این فرمان قانونی نبوده. ببینید، نخستین موضوع اینجا اینه که فرامین خلاف روح قانون اساسی بودن، همونطور که دکتر اکبری هم بهش اشاره کرد. در سلطنت مشروطه قدرت اجرایی به پادشاه به عنوان رئیس حکومت واگذار می شود، اما در عمل توسط رئیس دولت اعمال می شود. یعنی حکومت، قدرت دست دولت، نه دست پادشاه. اگر به معنای واقعی کلمه اصل 46 متمم قانون اساسی نگاه بکنیم، عزل و نصب به وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است و اینو سلطنت طلبان خیلی به این اصل 46 اتکا میکنن. اما در یک پادشاه مشروطه این فقط نقش تشریفاتی است و تنها با موافقت مجلس انجام میشود. مثلا امروز پادشاه چارلز سوم نمیتواند ریشی سوناک نخست وزیر فعلی را عزل کند مگر با رأی پارلمان انگلیس. خب این ترتیبی است که به دلیل اصل مسئولیت پادشاه از پاسخگویی وضع شده و از این رو در حکومت‌های مشروطه قدرت به دولت تفویض می‌شود تا بتواند به پارلمان که منتخب مردم هستند پاسخگو باشد. حتی در اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود که شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است. ولی به علاوه این اصل 45
تازه تصریح میکند که کلیه فرامین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد. اگر این قانون نگاه بکنیم و این اصل نگاه بکنیم، این یعنی در مورد فرمان عزل خود مصدق باید آن را امضا میکرد تا اینکه اجرا بشود. و همچنین طبق اصول 46 ببخشید 44 و 60، وزرا به طور کامل به مجلس و نه به پادشاه پاسخگو هستند. این در قانون اساسی بود. یعنی اصل 64 حتی تاکید میکند که وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. خب البته فرمان یک حکم کتبی حساب میشود. موضوع دوم اینه که علارغم رفراندوم که به نظر من میتونیم صحبتشو بکنیم که مجلس اصلا رسما با فرمان شاه منحل نشده بود، حتی بعد از رفراندوم مجلس رسما منحل نشده بود، یعنی مجلس در فترت نبود تا شاه بتواند بدون نظر مجلس نخست وزیر رو برکنار بکند. در حال فرض کنیم همونطور که دکتر اکبری هم بهش اشاره کردن که با اعلام نتیجه رفراندوم در 25 مرداد به وسیله دولت مصدق منحل نکرد، اعلام کرد نتیجه رفراندوم، و این خیلی مهمه. پس در 22 مرداد یعنی روز امضای فرمان عزل، البته 22 مرداد امضا کرده بود و بعدش کردن 23، مجلس هنوز منحل نشده بود و در نتیجه فرمان عزل مصدق و فرمان انتصاب زاهدی هر دو غیر قانونی بودند، چون مجلس در آن تاریخ در فترت نبود. نکته جالب دیگه اینه که منتقدین مصدق میگویند، ادعا میکنند که شاه تصمیم به عزل مصدق رو بعد از رفراندوم گرفت. خب این ادعا با واقعیت ها همساز نیست، چون طرح تی پی ایجکس امریکایی برای سرنگونی مصدق چند ماه قبل از برگزاری رفراندوم ریخته شده بود. در واقع اسناد خود CIA نیت واقعی مقامات امنیتی آمریکا را فاش میکنند. لطفا سند شماره 6 را هم نمایان بفرمایید. در این سند میبینیم که این به تاریخ مثل این که 10 می، من جلوم نیست الان، 1951 که این یعنی چند هفته بعد از شروع نخست وزیری مصدقه، یعنی مثل این که 2-3 هفته است. در این جلسه مقامات ارشد امنیتی در سیاه دولت اول یا دولت دوم مصدق؟ دولت اول، یعنی دولت اول، یعنی بعد از اردیبهشت 1330. دو هفته سه هفته بعد از این، یعنی هنوز مصدق دولتش هم تشکیل نداده بود. ببینید این سند چی نشون میده. آلن دالس که اون موقع معاون رئیس CIA بود، بدل سمیت هنوز رئیس بود، این قبل از رسیدن به قدرت جمهوری خواه و آیزنهاور بود، در این جلسه به این نتیجه رسیده بودن که برای بقای خود شاه باید مجلس رو منحل بکند و شخص مورد اطمینان خود را به جای مصدق منصوب کند و مانند پدر خود کشور را با روش اقتدارگرایانه اداره کند. این یعنی قبل از اینکه مصدق نفت و ملی بکنه، نمیدونم نه تمام اون چیزهایی که بهش چسبوندن، این موضع‌گیری CIA بود در امریکا. نکته سوم اینه که اگر یکی از دوستان بهش اشاره کرده بود که اگر این مثل این که مهندس کردستانی، اگر این یک روند قانونی بود، پس چرا شاه فرمان عزل رو به دست وزیر دربار نداد تا در روز روشن طبق تشریفات معمول به مصدق ابلاغ کنند؟ بلکه این فرمان رو یک سرهنگ ارتش به همراه زره پوش و در نیمه شب تحویل خانه مصدق میده و در همون زمان کودتاچیان تازه 3 تن از وزرای دولت مصدق رو دستگیر کرده بودند. آیا این یک روش معمول در یک حکومت سلطنت مشروطه است؟
چهارم، فرمانها واقعی به نظر نمی رسیدن. به اعتراف خود سرهنگ نصیری، شاه سربرگ های خالی رو در کلاردشت امضا کرده بود. البته متنشو با امریکایی ها روزولت و اینا صحبتشو کرده بودن و اینا، ولی متن هر دو فرمان رو بعداً در دربار تکمیل کردن. سربرگ های خالی، آیا شاه نباید میدانست چه متنی را دارد امضا میکنه؟ آن هم وقتی چنین متنی سند عزل و انتصاب نخست وزیر مملکت بوده. به علاوه فرمان شاه، نمیدونم نگاه به فرمان ها نگاه کردین، فرمان عزل، فرمان انتصاب، فرمان شاه مملو از اشتباهات بود. تاریخ برعکس معمول نگاشته شده بود. معمولا تاریخ رو می‌نویسن روز، ماه، سال. در این سند سال، ماه و روزه و حتی ماه مرداد را هم مراداد هجی کرده بود. جالبتر این که فرمان عزل هرگز به عنوان مدرک در جریان محاکمه مصدق معرفی نشد، جایی که او رسما به عدم اطاعت از دستور شاه مبنی بر عزل او متهم شده بود. از آن جالبتر این که کپی خانای فرمان عزل در هیچ کتاب یا نشریه‌ای وجود ندارد، به استثنای یک عکس از نصیری که برگی را در دست دارد با ادعای اینکه آنچه در دست دارد فرمان عزل مصدق است، ولی چون آن برگ مات چاپ شده نمیتوان این ادعا را تصدیق کرد. ولی فرمان انتصاب زاهدی همه جا هست. چرا فرمان عزل هیچ جا نیست؟ اگر واقعا این یک چیز درستی بود و قانونی بود، بس کجاست؟ در نتیجه با این استدلال شواهد میتوان نتیجه گرفت که ادعای منتقدین نظریه‌ای بیش نیست و شواهد و اسناد خلاف آن را ثابت میکنند. در اینجا یک داستان جالب میخواستم بگم و اینو تموم بکنم که زیاد درباره آن صحبت نمیشه و این برمیگرده به مفهوم مشروطه و نقش مجلس. در مجلس دوم بود زمان سلطنت احمدشاه، رضاخان اون موقع سردار سپه و نخست وزیر بود. احمدشاه اروپا بود و تصمیم میگیره رضاخان رو عزل بکنه. تلگرام میفرسته که نخست وزیر رو عزل میکنه. ببینید رضاخان بسیار عصبانی میشه، بلند میشه، برمیگرده به رودهن تو دهاتش. مجلس جلسه فوری تشکیل میده و به این نتیجه میرسه که این حرکت احمدشاه خلاف قانون اساسیه و تصمیم میگیره که مجلس، که نخست وزیر رضاخان رو برگردونن در جایگاه خودش که نخست وزیری است، و یک تصمیم دیگه میگیرن. یک کمیته تشکیل میدن که کمیته به اصطلاح بدرقه و نمیدونم حمایت و فلان، میفرستن به رودهن که آقا را از اونجا رسما بیارن بنشونن تو کرسی نخست وزیریش. و ببینین در این کمیته کی بوده، چند نفر بودن؟ یکیش محمد مصدق. یعنی حتی در موقع قاجار مفهوم مشروطه رو درست فهمیده بودن، ولی در دوران پهلوی اصلا پایمال کرده بودن تمام مفهوم مشروطه، اصلا مشروطه نبود. بله. این سلطنت بود، سلطنت استبدادی. بله. خیلی ممنون. شما در رابطه با شما و جناب دکتر احمدی عزیز، اکبری عزیز، صحبت در رابطه با این رفراندوم، من اجازه میخوام که این متن رفراندوم رو برای بینندگان و شنوندگان بخونم که خود این رفراندوم در واقع به قول غربی‌ها یه مندیت یا دستور عملی هست برای دولت. ببین متن این به اصطلاح درخواست رفراندوم چی بود؟ میگه برگه نمیشه شده بود که اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید، رأی به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت
با دولت همکاری کند و اگر با ادامه بحث کنونی مجلس موافقی تا دوره هفتم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند، رأی مخالف به انحلال مجلس بدهید. در این رفراندوم مردم ایران رأی مثبت میدن به درخواست دکتر محمد مصدق و این به معنی این بود که سوای اینکه مشروطه بوده نبوده، هر چی میخواد باشه، ملت ایران، مردم ایران در یک رفراندوم آزاد و دموکراسی در واقع تایید کردند دولت مصدق و شخص مصدق رو. یعنی سوای این نکته بسیار مهمی که جناب گرجستانی و جناب دکتر اکبری عزیز فرمودن، به غیر از این سند تاریخی اصلا بالاتر از اینها یک سند دموکراتیک هست که مردم ایران دولت مصدق رو تایید کردن و این بسیار مهم بود. جناب کردستانی عزیز، عرض کنم خدمت شما در رابطه با این مسئله کودتا و این شکلش، شما در برنامه های بسیار صحبت مشخص و واضحی کردید و روشن کردید که این هدف کودتا چه بود و چقدرم این رو باز کردید و من پیشنهادم اینه که به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز اگر مایل هستن به دو برنامه قبلی توجه کنن، فرمایشاتون در اونجا ببینن. چیزی که الان به نظر من خیلی به اصطلاح مهمه این هستش که الان در این قیام انقلاب زن، زندگی، آزادی، مفهوم یک دولت دموکراتیک و ملی اگر ما نمونه بخوایم بدیم به مردم، آیا میتونیم دوران دکتر محمد مصدق، 28 ماه دولت دکتر مصدق رو به عنوان یک دولت دموکراتیک و ملی معرفی کنیم؟ آیا دولت و راهکارها و راه دکتر محمد مصدق میتونه رهگشای راه ما باشه برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی؟ بی‌تردید. بفرمایید. بله، بی‌تردید. دوران 28 ماه مصدق دوران تحقق به اصطلاح تحقق نتایج انقلاب مشروطه است، دوره تبول خواستهای ملت برای اینکه در یک نظام آزاد زندگی کنند، نظامی که میتونه آزادی مطبوعات رو تامین کنه، آزادی فردی رو تامین کنه، آزادی اجتماعی رو تامین کنه، آزادی سندیکاها رو تامین بکنه و نظامی که انتخابات مجلس رو تامین میکنه. طبیعتاً دولت، چون ملت چون نمیتونن همه رأی بدن، تبدیل شده از سالها به مجلس، یعنی نمایندگان مجلس، نمایندگان ملت میان در یه محل به نام مجلس، دولت رو تشکیل تعیین میکنن. تمام اینا نمونه اینه که اون انقلاب مشروطه در این 28 ماه خودش رو نشون داد. و میدونیم که فرق یک نظام ملی، یک حاکمیت ملی، با فرق نظام های دیکتاتوری، اقتدارگرا، خودکامه در اینه که استبداد، حالا میخواد سلطنتی باشه، میخواد مذهبی باشه، میخواد کارگری باشه، میخواد مذهبی نوع جدید باشه، استبداد و استعمار دو روی یک سکن، یعنی استبداد و دیکتاتوری بدون حمایت قدرت خارجی نمیتونه باشه. به این دلیله که من بارها گفتم من نمیپذیرم که به عنوان خودم که جمهوری اسلامی که یک نظام سرکوبگر و استبدادی است بدون پشتیبانی خارجی باشه. حالا بحث اونو انجام نمیدیم. جناب دکتر اکبری عزیز، از این دولت از تجربه 28 ماهه دولت دکتر محمد مصدق، ما در رابطه با انقلاب زن، زندگی، آزادی چه بهره میتونیم برداشت کنیم و چه نویدی رو میشه به نسل جدید داد و نسل آینده، نسل کنونی و نسل آینده و حتی برای کسانی که برای آزادی و دموکراسی در این کشور این همه سال تلاش کردند، چه درسی رو و چه نتیجه میشه گرفت از این دولت 28 ماه دکتر محمد مصدق؟ بله، سپاسگزارم مجدداً و عرض کنم به نظر من یکی دو نکته در این وسط وجود داره. یکی این هستش که بایستی به حقایق تاریخی کشور پرداخت، یعنی همونطوری که گفته بزرگی گفته،
کسانی که تاریخ خودش رو فراموش میکنن محکوم به تکرار آن هستند. یعنی عملا مشکلات به وجود میاد. دو، اینکه مردم ایران به هر صورت با انقلاب زن، زندگی آزادی، یک آینده مدرن متجدد با حقوق مساوی بین زنان و مردان و میان تمامی اهالی ایران در تمامی با گوناگونی فرهنگی رو جستجو میکنه. آن چیزی که مهم هست و ما میبایستی به نظر من بیش از هر چیزی متوجه بشیم در مورد مدل های حکومتی این نیست که فقط چقدر جاده ساخته شده، چقدر منزل ساخته شده یا به اصطلاح برج ساخته شده. در ایران امروز برج های بسیار زیادی ساخته میشه، اصلا تهران سراسر شده برج. اگر از نظر برج بگیریم و شاید در آینده بتوانن یه برجی بسازن از برج دبی هم بلندتر، موضوع اصلی آزادی، یعنی موضوع اصلی آزادی و مشارکت مردم در امور خودشون. همیشه هم انتخاب مردم بر اساس دو چیز، یکی مدل های موجود در جهان و یکی هم مدل های موجود در تاریخ کشور خودشون. بنابراین مردمی که میخوان مستقل باشن و حاکمیت ملی داشته باشن، همین چیزی است که انقلاب زن، زندگی، آزادی که انقلابی است دوران ساز به دنبالش هست، این هستش که چه مدلی برای آینده ایران خوب است. بنده عرض نمی کنم که مصدق نه زنده است نه جانشینی داره که به اصطلاح الان مورد نظر مردم باشه، بس مصدق مدعی نیست، ولی آقای گرجستانی بسیار خوب عنوان کردن یک گزینه تاریخی بومی است، یک گزینه خوب و هنوز مربوط و دارای موضوعیت و امروز ایران در مقابل گزینه های تاریخی که بد و بدتر هستند و یا بد به اصطلاح از نقطه نظر استبداد من عرض می کنم، نه از نظر توسعه آمرانش که می توانیم بهش بپردازیم، بعد از نظر استبداد مثل محمد رضا شاهی و رضا شاهی و وحشتناک و اصلا قابل غیر قابل مقایسه با حکومت 44 ساله یا 45 ساله جمهوری اسلامی که اصلا واقعا باعث شد که هر اون استبداد آمرانه به نظر استبداد خوبی میاد، یعنی اینطوری به نظر چه آزادی های اجتماعی رو واقعیت نیک در بند. موضوع ما هم در مورد کودتا حداقل به عنوان یک آدمی که هم پژوهشگرم هم علاقمند به آینده ایران این نیستش که ما بخوایم یک دعوایی بین شاه و مصدق رو مطرح کنیم. در واقع این دعوا از همون بعد از کودتا به وسیله خود شاه مطرح بود. شما در کتاباش میبینید جا به جا حتی بعد از انقلاب هم در کتابش باز به مصدق اهانت میکنه و در حالی که مصدق ایراد میگیره از شاه در نوشته هاش، ولی نسبت به شاه بسیار احترام دارد و همیشه از شاه به عنوان اعلی حضرت و با اعلی حضرت همایونی نام میبره، حتی وقتی که انوام میکنه که ای کاش اعلی حضرت همایونی با نیروهای بیگانه همکاری نمیکرد که یک دولت رو سرنگون بکنه و به جای اون کمک میکرد که نفت ایران ملی شدنش اجرا بشه و ما اسیر کنسرسیوم نشیم، ولی با این حال با احترام. حتی وقتی که عروسش میره در نزد مصدق و عنوان میکنه که من میتوانم با یکی از سازمانهای مربوط به اشرف پهلوی کار بکنم، مصدق هیچ ایرادی بر اون نمیگذاره و در نوشته هاش هم همچنان میگه محتوای حکومت یعنی مشروطه مهمتره. پس اصل مشروطه است. تجربه بزرگی که ما داریم انقلاب مشروطه 1285 یا 1906. مردم ایران میبایستی به اون رجوع کنن. وقتی به اون رجوع میکنن اوج اون رو در دولت 28 ماهه مصدق میبینن به عنوان آزادی، نداشتن زندانی سیاسی، حق داشتن اجتماعات، حق مشارکت در امور محلی، شهری و کشوری خودشون. این چیزی است که زنان ایران به دنبالشن امروز، حق آزادی پوشش. و اینها دولت مصدق نه کامل بود و نه هیچ دولتی کامل خواهد بود، ولی این حق مردم ایران هست که دارای این باشن که به حقایق بایستی به وسیله نه مردم، به نظر من مردم در سطح وسیعش برای مصدق احترام قائلن، کسانی که میخوان تاریخ رو تحریف کنن یا نظراتی دارن که مطابق حقایق نیست از میکوشن تا جلوه بدن که کودتای 28 مرداد وجود نداشته، بنابراین نظام شاه برحق بوده، پس ما چاره ای نداریم جز بازگشت به اون نظام برحق در مقابل جمهوری اسلامی. ولی بنده این رو عرض میکنم، ما میبایستی یکدیگر رو به عنوان ملت، بنده عرض میکنم بابونه، یکدیگر رو ببخشیم. ولی این بخشش یکدیگر، من منظورم در سطح جامعه و فراموش کنیم، ممکن نیست مگر حقایق رو هم قبول کنیم و قبول کنیم که 28 مرداد به مملکت ایران ضربه زد، صدمه زد، همینطور که این
همینطور و اینم که میگن مال تاریخ به درد امروز نمیخوره، به نظر من این سخن رو اون دوستانی که از روی حسن نیت میزنن میبایستی در مورد طرفداران رضا شاه هم بزنن و در مورد طرفداران محمد رضا شاه هم بزنن و عنوان کنن که اون دو نفر هم فقط به درد تاریخ میخورن و دیگر برای امروز ما هیچ گونه موضوعیتی ندارن. ولی اساس اینه که یک مدل حکومتی دموکراتیک، همونطوری که آقای گرجستانی گفتن انسان آزاد، در حکومت مصدق میشود دید، که اون وقت در حکومت گرجستان هم به وسیله رهبر آزادی خواهش بروز کرد که ایشون باز توضیح میدن، و امروز و برای فردای ایران موضوعیت و اهمیت دارد که ما از این نماد استفاده بکنیم، نماد مصدق، تا به مقصدمون برسیم. بله، خیلی ممنون جناب گرجستانی عزیز. طبق فرمایشات جناب دکتر اکبری عزیز، رسیدیم به این بحث تشنج و برخورد در بین اپوزیسیونی که الان موجود هست و این سوالی که مطرح میشه که این دعوای مصدقی ها و شاهولایی ها، اینها پدر اپوزیسیون رو در آورده و این تشنجات موجب تضعیف اپوزیسیون میشه، باید اینا رو فراموش کرد و فقط به مبارزه با این ملایان حاکم پرداخت. نظر حضرت عالی چی هست؟ آیا این درسته؟ آیا مسئله تاریخ و بررسی تاریخ کجای این جا قرار میگیره؟ بفرمایید. والا به نظر من باید موضوع رو از یه دید دیگه نگاه کرد. ببینید، موقعی که میگیم اپوزیسیون منظور چیه؟ همه رو میشه گذاشت توی یک دونه دیگ و بعد چی؟ آیا اینایی که میذاریم توی هم توی دیگ آرمان هاشون یکی هم؟ فلسفه حکومتداریشون یکیه؟ همه اپوزیسیون نمیشه تو یک مخزن گذاشت، باید تفکیک کرد. ببین، در اپوزیسیون کسانی هستن که ممکنه من باشون مخالف باشم ولی بهشون بسیار احترام میذارم، چون اصولشون اصول دموکراسی و بگیم مشروطیت یا حتی سلطنت، ولی سلطنت مشروطه. موقعی که میرسیم به جایی که حتی امروز در قرن 21 کسی بلند میشه و میگه من فقط از فلانی حرف میشنوم، حالا هر کی باشه، یعنی ماهیت قرن 21 رو نفهمید. با اینا آقا مگه میشه صحبت واقعی کرد در مورد حل مشکلات؟ و اگر فقط دیدگاه توسعه آمرانه که با پتک بزنن تو سر مردم اینطوری اجتماع رو ببرم به جلو، من نمیتونم با اینا کنار بیام، ولی من میتونم بشینم با کسانی که میگن انتخابات آزاد، بله، حق مردم، حکومت قانون، سر این موضوع آدم میشه صحبت کرد. ولی خب از اول موقعی که میان به شما میگن باید فلانی رو قبول بکنیم، خب چرا سر این موضوع ما اصلا صحبتشو نمی کنیم؟ برای اینکه میدونیم که یه دفعه ممکنه مثلا یه تشدجی پیدا بشه، برای اینکه سر مفاهیم. ببین، برای همین من در سخنان آغازینم بهش اشاره کرده بودم، من برگشته بودم به اندیشه مصدق، به اصول، فلسفه، ارزش‌ها. ما میتونیم نقد بکنیم این سیاست درست نبود، اون درست نبود، هر دولتی رو، هر رهبری رو میشه نقد کرد سر این موضوع، ولی موضوع کلیدی اصول و ارزش هاست. و موقعی که به ارزش های این شخص نگاه میکنی، به نظر من با مطالبات امروز جامعه ما در ایران همسازه، برای اینکه دیگه برابری، نفع تبعیض، حکومت قانون، آزادی، دیگه چی میخوان؟ ببین، صحبت زن زندگی آزادی شد. نخست وزیر، اولین نخست وزیری بود که به طور رسمی
سعی کرد به زنان رأی حق رأی رو بده در انتخابات شهری. خب ببینین، این 70 سال پیش این شخص به این فکر بود، یا به مصاحبه او با مدام ویار در فرانسه در 1905 این شخص از چی صحبت میکنه؟ آموزش دختران. 100 و خورده سال پیش این شخص داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ آموزش دختران. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم دخترانمون رو آموزش بدیم. یعنی طرز فکر رو که نگاه میکنیم، برای همه من میگم این مصدق برای من فرزند خلف عصر روشنگری، فرزند خلف ایرانی و ضد استعماری این بود. یعنی تمام ایده های عصر روشنگری وارد میشد در اندیشه این شخص، و اینه که برای همین که میگفتم که تاریخ مصرف ندارن اینو، برای امروز به موقع هستن. و تمام و همینطور که قبلا هم گفتم اگر امروز دکتر مصدق زنده بودن، حتما از آرمانهای نهفته در شعار زن زندگی آزادی دفاع میکردن، برای اینکه خب برمیگرده به اصولیه که بهش پایبند بود. و به نظر من اینه که اینا موقعی که میگم اونایی که اینو تخریب میکنن این میراث رو، اینه که اذیتشون میکنه، برای اینکه میبینن که تنها گزینه‌ای که مطابق مطالبات مردم امروز هست این بوده، و این یک کودتا سرنگون میشه و با یک کودتا سرنگون میشه. و همونطور که گفتم اسناد هست در کتاب من نزدیک 2000 خورده اسناد من بهش اشاره میکنم، که اصلا معلومه که صحبت از این نبود که مصدق این کار غلط کرد یا اون کار غلط کرد یا این سیاستش. مصدق به عنوان یک نماد باید از بین میرفت. موقعی که آلن دالاس میشینه اونجا میگه که باید یک شخص خودکامه رو بذاریم به جاش، یعنی چی؟ که به نفع ما با منافع ما مطابقت داشته باشه، و این شخص حاضر نبود حاکمیت ملی خود را مصادره بکنه. ولی دولت کودتا چی اومد؟ کنسرسیوم رو امضا کرد. کنسرسیوم یعنی چی؟ یعنی پایمال کردن تمام قانون ملی شدن نفت. برای 20 سال ایران یک ایرانی، یک مدیر ایرانی یا شرکت ملی نفت ایران حق مداخله در تصمیمات کنسرسیوم رو نداشت. یعنی چی؟ یعنی برای 20 سال ما دوباره برگشتیم به امور قبل از ملی شدن نفت. این بود به نظر من. بله خیلی ممنون جناب مهندس کردستانی عزیز، بفرمایید شما میکروفونتون رو باز کنید. بله اشاره کردم به قرارداد کنسرسیوم، خیلی به جا اشاره شد. قرارداد البته 25 ساله. خیلی جالبه در یه سخنرانی محمد رضا شاه که از تلویزیون هم پخش میشد و خود منم مستقیم میدیدم نگاه میکردم، گفتش که قراردادی که ما با کنسرسیوم امضا کردیم مطابق خواست ما نبود. یعنی چی؟ یعنی با قانون ملی شدن صنعت نفت هماهنگی نداشت. این یه بخش. ولی ما در شرایطی بودیم که ناگزیر بودیم امضا کنیم. یعنی ما رو برده بودن، اونها به ما قدرت داده بودن، قدرت حقیقی اونها بودن، ما ناگزیر باید امضا میکردیم و کردیم. اما در 20 سالی که گذشت همین قراردادی که مطابق میل ما نبود و ما ناگزیر امضا کرده بودیم هم اجرا نشده. من اعلام میکنم، اینو دقت بکنید که عوض بکنن بعضیا، من اعلام میکنم چنانچه در 5 سال آینده نیست به اصل قرارداد عمل نشه،
من قرارداد تمدید نخواهم کرد، یعنی اگر در این 5 سال عمل بشه من کاری نخواهم کرد. که طرفدارای استبداد سلطنتی میگن شاه گفت من بعد از 5 سال امضا نمیکنم. آخه گفت چنانچه در 5 سال آینده مفاد قرارداد به طور کامل امضا نشود من او را تمدید نخواهم کرد. بنابراین مطلبی که اشاره کردن به جا بود و نمیدونم اگر چیز دیگه مورد نظر هست من با کمال میل. خواهش میکنم اگر صحبت پایانی هست بفرمایید، چون من دیگه فکر میکنم که دیگه کم کم به پایان وقت رسیدیم. اگر صحبتی نکته ای هست که جا افتاده من بفرمایید. یه نکته ای که لازم میدونم بگم، مصدق قبل از اینکه جبهه ملی تشکیل بشه و بعد از جبهه ملی بتونه در مجلس نفت و ملی بکنه، همون زمان مصدق متوجه شد که احزابی که در ایران هستن با اون شرایطی که به هر حال برای احزاب گذاشته شده بود هیچ کدوم به تنهایی قادر نیستن که بتونن حاکمیت ملی رو تامین کنن و بهترین راه اینه که روی آرمان‌های مشترک این احزاب گوناگون که استقرار حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد بود بتونیم یه جبهه‌ای به وجود بیاریم که این جبهه بتونه به اون خاص استقرار حاکمیت ملی عمل بکنه. ولی این مرتبه مصدق، این واقع‌بینی مصدق و این پیشبینی مصدق در اون سال امروز میتونه برای ما نمونه باشه. ما هم باید بپذیریم در وضعیت کنونی ایران اگر احزابی هم باشند یا تفکرهای متفاوتی باشند، دیدگاه های مختلفی باشند که طرفدارانی هم در جامعه داشته باشند، هیچ کدوم قادر نخواهند بود که آزادی و حاکمیت ملی رو بر ایران مستقر کنند، آزادی رو تحقق بدن و حاکمیت ملی رو مستقر کنند. از این رو این کار مصدق میتونه یه درسی برای ما باشه که امروز تفکرهای مختلف، وابستگی های سازمانی مختلف، تشکلهای مختلف، هر کدوم باید بیان روی دو اصل با هم توافق کنن و قدرت همبستگی بزرگی ایجاد بکنن که بتونن به استبداد حاکم پایان بدن و به آزادی، آزادی فردی و اجتماعی به طور کلی تحقق پیدا کنه و حاکمیت مردم بر مردم، اصطلاحی که مصدق به کار می برد، بار دیگه در جامعه برقرار بشه. ما از این حرکت درست مصدق که به پیروزی رسید درس بگیریم و امروز برای پیروزی عمل کنیم. سپاسگزارم. جناب دکتر اکبری عزیز بفرمایید، اگر در پایان این برنامه شما صحبتی دارید که اضافه بکنید بفرمایید. بله، من فقط یه نکته رو میگم باز در ارتباط با مطالعات تطبیقی، ولی شاید نزدیکترین وضعیتی که برای ایران و کشور دیگری وجود داشته، البته به بزرگی ایران نیست و شرایطش متفاوت بوده، کشور گواتمالا است که در سال 1954 رئیس جمهورش سرنگون شد به وسیله CIA تقریبا با دلایل مشابهی به نسبت به ایران. یعنی یک سال پس از موفقیت کودتای 1953 آمریکا تصمیم گرفت دست به یک سری کودتاهای دیگری بزنه برای حفظ منافع خودش. در اون مورد شرکت متحد میوه بود یا یونایتد فود کمپانی بود در گواتمالا و اینها سر این بهانه کردن و آربنزو باز به اصطلاح متهم کردن، اونم به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، کودتای کاملا نظامی بود. ولی یک نکته رو من می‌خوام عرض کنم. در سال 2011 یک اتفاق بسیار مهمی در کشور گواتمالا افتاد. 57 سال پس از کودتا، پس از اینکه از آربنز سلب حیثیت شده بود و رفتاری که با او کردن و سرانجام رفت به تبعید و فلان از این برنامه ها، رئیس جمهور وقت گواتمالا در 2011 پسر آربنز رو دعوت کرد و در یک مراسم رسمی و در مقابل ملت گواتمالا از خانواده آربنز عذرخواهی کرد و پوزش خواست و اصولا از ملت گواتمالا به خاطر رخداد و رویداد کودتای 1954 آمریکایی‌ها و همکاری نیروهای داخلی و نیروهای نظامی به صورت رسمی پوزش خواهی کرد. منظوری نیستش که فقط مسئله پوزش خواهیش، مسئله التیامی است که یک ملت پیدا می‌کند.
به نظر من نمی بایستی باز فقط با این تمام میکنم، ما هم می باید به نحوی به اون نقطه ای برسیم که کودتای 28 مرداد هیچ وقت از بین نمی رود و یک نوع تجدید پیمانه، تجدید آرمان با حکومت مشروطه که هیچ چیزی جز حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و دخالت مردم در مملکت خودشون نمیتواند هیچ چیزی بالاتر از این باشه. به قول آقای باز گرجستانی و مطالبی که مهندس گفتن، واقعا مسئله این نیست که ما به چه کسی دیگه در قرن 21 میخوایم اطاعت کنیم، ما چه چیزی میخواهیم و چه ارزش هایی رو همینطور که ایشون اشاره زدن به دنبالش هستیم. پس این التیام بخشیدن، قبول حقایق بسیار کمک میکنه که ما وارد مجادلات لازم تاریخی تا وقتی انکار میشه و یک شبکه‌ای بنده عرض میکنم به نام من و تو به وجود میاد که تمام حقایق تاریخی ایران رو میخواد با تحریف معرفی بکنه، ما نمیتوانیم التیام پیدا کنیم بین نیروهای دموکراتیک که خواهان یک زندگی آزاد زیر سایه، زیر چتر شعار مترقی زن زندگی آزادی است. سپاس بذارم. خیلی ممنون. جناب گرجستانی عزیز بفرمایید، اگر مطلبی باقی مانده لطف بفرمایید بیان بفرمایید. اول اینکه کاملا موافقم با سخنان پایانی مهندس کردستانی و دکتر اکبری. نکته را که میخواستم اضافه بکنم اینه که به نظر من باید تاریخ از تاریخ بیاموزیم ولی توی تاریخ نمونیم، اون آموخته ها رو بیاریم به امروز و برای آینده یه کاری بکنیم. و به نظر من در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی اصول و ارزش‌هایی و سیاست‌هایی از دکتر مصدق مونده و میتونیم ازش الهام بگیریم، الهام بخش باشه برای حل مشکلات و چالش‌های امروزی. و من در این راستا یک مقاله‌ای در حال تدوین دارم که به این پرسش ها پاسخی خواهد داد که حتی در سیاست‌های امروزی که اگر اون اصول را پیاده بکنیم چه نتایجی میتونه بده. اینطوری میتونیم آموخته‌ها را ورداریم و یک راهکاری برای مشکلات امروز پیدا بکنیم. انشالله که مفید خواهد بود. خیلی ممنون از برنامه شما. واقعا این برنامه به نظر من برنامه کاملی شد با این سه برنامه و واقعا پاسخی به نظر من اگر کسی مغرض نباشه شما عزیزان واقعا پاسخی به این پرسش ها دارید. آنچه من پیشنهاد میکنم که از این چهار برنامه در واقع نتیجه بگیرم در چند دقیقه خدمت شما عرض کنم این است که ببینید کودتای 28 مرداد رخ داد. دولت دکتر محمد مصدق دولت ملی بود و منتخب. انحلال مجلس که عنوان میکنن دوره فترت اینها اصلا به وجود نیامده. به فرضم که باشه متن رفراندومی که دکتر محمد مصدق به مردم پیشنهاد داد و مردم به اتفاق آرای بسیار به او رأی مثبت دادن نه فقط رأی بود به این که مجلس منحل بشه، بلکه این بود که دولت مصدق رو تأیید کردن برای ادامه رفورم ها و مسائل مختلفی که در پیش بره. جناب گرجستانی، جناب کردستانی و جناب دکتر اکبری به خوبی اسنادی رو برای شما گفتن، در این چهار برنامه بیان کردن، نشون دادن که حتی تمام این اینتلیجنس سرویس انگلستان، CIA و حتی خود جنرال کودتاچی ظاهری هم قبول کرده بود که این کودتا است. یعنی در این که این کودتا بوده هیچ شکلی نیست. انتها از اینجا به کجا میخواییم بریم که فرمایشات جناب دکتر اکبری من فکر میکنم چنان این راه باشه که این واقع تاریخی رخ داده. یعنی نه اونها میتونن کاری بکنن، نه ما میتونیم مصدق رو زنده کنیم، نه کسی. موضوع اصلی این که این التیام تاریخی لازم بخش است. این که ما قبول بکنیم این در تاریخ ازش درس بگیریم چه اتفاقی افتاده و چراغ آینده کنیم. اگر تاریخ خودمون رو ندونیم مجبوریم تکرار کنیم و این انقلاب 57
تکرار همون تاریخ استبدادی هست که بر ما حاکم شد. اگر ما نمونه ای داشته باشیم برای الگویی داشته باشیم برای کارهای روبرو و به اصطلاح پیشتازی این جنبش بزرگی که الان در ایران رخ داده، زن زندگی آزادی، نمونه بومی و نمونه بارش نمونه دکتر دولت هر 28 ماه دولت دکتر محمد مصدق است. آنچه مهم هست که ما باید فراموش نکنیم، جنبش مشروطه برای این نبود که شاه یا حکومت پادشاهی رو محدود بکنه به قانون، بلکه برای این بود که حکومت مردم، حاکمیت مردم رو به کرسی بشینه و این مردم ایران هستند که صاحب کشور هستند، این مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرن، نه پادشاه، نه ملا، نه آخوند، نه آیت الله، نه خارجی ها. کشور نمیتونه استقلال سیاسی داشته باشه اگر نتونه از نظر اقتصادی خودش رو تأمین کنه. انقلاب زن زندگی آزادی در واقع انقلابی است برای خواسته ها و توانایی های اجتماعی مردم و به کرسی نشوندن حق حاکمیت مردم. امیدوارم هر چه زودتر این انقلاب به پیروزی برسه و ما بتونیم در کشورمون همه در مشارکت کامل بتونیم یک دولت و حکومت دموکرات و ملی رو حاکم بکنیم که در اون انسان ها با کرامت زندگی کنن، برابری به عدالت اجتماعی رخ بده، مردم در فرق نبرن، سر به سر نبرن و بتونیم در اونجا زندگی سالم و انسانواری داشته باشیم و ایرانمون آباد. درود بر شما، شب بر شما خوش باد.